صدها تن از زنان امروز طی نشسته در کابل از دولت خواستند که امنیتشان را در روند انتخابات تأمین کند و همچنان از کاندیدان ریاست جمهوری تقاضا کردند تا در مشی انتخاباتیشان به حقوق زنان نیز توجه جدی نمایند. این نشست از سوی حزب ملت متحد افغانستان فراخوانده شده بود که در آن رهبر و اعضای این حزب گفتند هر کسی که در آینده رئیس جمهور افغانستان برگزیده شود باید با پدیده خشونت با زنان مبارزه کند و مرتکبین این خشونت ها را سزا دهد. آنها همچنان ادعا کردند که در انتخابات از حضور زنان به گونه سمبولیک یا نمادین استفاده می شود. اشتراک گسترده زنان در انتخابات آینده می تواند نتایج قطعی انتخابات را به نفع دموکراسی ارزش‌های والای آن به خوبی رقم زنند. بایست از این فرصت‌های تاریخی استفاده بهتر و بهینه صورت گیرد. از دولت و کمیسیون محترم توقع داریم در مراکز رایدهی زنان توجه بیشتری معطوف نمایند. حزب ملت متحد افغانستان زنان نادار و گدا را نیز به این نشست دعوت کرده بود و گفته شد که به حق این زنان هیچ کس توجه نداشته است.